سلام ایرانیان سلام فارسی زبانان در سرتاسر سر جان امروز در برنامه ما از کودتای رسانه‌های نزدیک به آقای قالیباف بر علیه رسایی علت این کودتا چیه و چرا فارسمند پویشی برای انداخته واسه لغو اعتبارنامه آقای رسایی در تداوم این مسئله از برکناری معاون سیاسی صدا و سیما خواهیم گفت و مسائل مربوط به این مسئله تویت آقای رسایی رو خواهیم داشت تقدیرش از سپا به خاطر اینکه انتخابات به سلامت برگزار شد و مسائل مربوط به این و همچنین خبرهای خوب داریم از ایران در مورد پیام یک شیعه مکزیکی خطاب ایرانیان و ارادتش به مرشد عزیز ما خواهیم گفت از آخر شر شدن مناز افشار میگیم از اینکه دلاوران یمنی بازم کولاک کردند و با 27 پهپاد ناوهای جنگی آمریکا رو مورد اصابت قرار دادن و خبرهای بسیار داریم امیدواریم برسیم به همه اینا نگاهی بیاندازیم خب دوستان مثل همیشه با اقتدا مولایم امامم پیرم حضرت امام علی یا علی میگیم و میریم تو برنامه قبلش هم آقا مشقتون دیگه بالا فراموش نکنید خاک بر سر زیبا کلام و خاک بر سر امه صالحی و نمیدونم این چیزا دیگه بالاخره باید بنویسید و خرد کپو حسن قلیدوز و روانی حسن قلیدوز و باقی عرازل که میشناسید برارو آقایون رسانه های نزدیک به آقای قالیباف یه حجمه سنگینی بر علیه آقای رسوایی برقرار کرد و ما میدونیم که این رسانه ها مثل روزنامه جوان و خبرگزاری فارس و تصنیم اینا سردم دارن و ما میدونیم و کی نزدیکن هنچند بعضی ها به اشتباه میگن اینا نزدیک به سپا ولا بلا تلا سپا پنجا بار گفته آقا ما رسانه ای نداریم تو فضای مجازی هر که حرفی میخواییم بزنیم هر پیام ما از طریق روابط عمومی سپاه اعلام میشه یعنی سردار شریف بیان کننده موازه رسمی سپاه ولی خب آقایون دشمنان شایع گذاشته بودن آقایون هم خوششون میومدن که بهشون بگن رسانه نزدیک به سپاه آقای رسایی دیروز بود پریروز بود اومد تو دیروز بود دیگه تو صدا و سیما صحبت کرد صحبت ها خوبی هم کرده بود آقا خوبی های مجلس باید ادامه بدیم ضعف باید کنار برطرف کنیم و اینا حالا قشقره به انداختن نمیدونم سر صدا کردن وای مصیبت ها بیا بینید نمیدونم به دروغ اول مدعی شده بودن ایشون به عزیز دل ما شهید قرمان ملی ما مثلا توین کردن که ما گفتیم که اون توییت هم دیروز تو برنامه گفتیم که منظور ایشون از اونجایی که میگه اشعس کندی و ابو موسا اشعری منظورش حسن روانی اونجا که میگه مالک اشتر منظورش شهید سلیمانی عزیزه ولی خب اینا میخواستن شروع کنن آقا اقا شکست خوردن شکست دردناکه شکست دردناکه و آقا اون بر نمیتابن بله آقا تسلیم نوشته که حمید رسایی نماینده مجلس دوازدهم بعد از فواشی روزنامه جوان ببخشید تسلیم میگه حمید رسایی نماینده مجلس دوازدهم در توییتی نوشت که بعد از فواشی روزنامه جوان و تویین های خبرگزاری تسلیم و فارس با اشتراک گذاشته یک پست خواستار رد صلاحیت اعتبار نامه همه در رسایی شد این فارسمند پویشش رو به راه انداخته بود برارو رو این همه در مورد سلبریتی ها و کسافتکاری ها من توی کشور ما فارسمن گذرگوب گرفته اما بالاخره برای نیروی انقلابی پویش برای انداختن چرا پویش برای خاتمی جلف گرفت در انتخابات شرکت نکردن و حسن قولی های که اصلا قولی دوز, دیده بود پای پویش برگزار نکردی به این متنی پویش هم بخونم خدمت برارون خوم بالاخره آقا این انتخابات ما گفتیم منافع خیلی ها رو به خطر انداخت این تکاپوها به خاطر همینه درخواست عدم تایید اعتبارنامه حمید رسایی در مجلس دوازدهم منتخبین محترم دوره دوازده همین دوره مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام این جنابان این جانبان جمعی از شرکت کنندگان در انتخابات 11 اسفند 1402 با تجربه اقدامات اخیر آقای امید رسایی منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم که اقدام به اتهام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرده شیرینی تشکیل مجلس جدید را به کام مردم تلخ ولا کام مو شیرین حل مثل خود حلوا و از آن نمایندگان محترم تقاضا داریم اعتبار نامه آقای امید رسایی را تایید نکنند با تقدیم و احترام البته یه نفرم آقای کی بوده مصطفا امین راوندی اینم گفته پویشی برای انداخته عدم تایید اعتبار نامه قالیباف به دلیل تخلفات فرزندان و کارمندان مجلس به دلیل عدم پاسخگوی قالیباف به تخلفات فرزندانش و کارمندان مجلس بحث ترابل گیت مطرح کرده عدم تایید اعتبارنامه می تواند پاسخی قاطع به ایشان باشد اینم گفته که با اعتبارنامه کلیباف رد رد بشه بله تایید نشه اعتبارنامه بعد خبرگزاری اینا هم ببینید حجم هاشون چیه پشت چیا قایم میشن اون چیزایی که مرشد عزیز ما میگه به نفرشونه. از اون استفاده میکنن آی مرشد گفته مثلا دعوا نکنید میدونم همدیگر رو تخریب نکنید حمید رسایی تخریب کرده آقا همین رسایی من دیروز صحبتاشو گذاشتم وجدانن کجا تخریب کرد تخریب کرده بود جز اینکه شما دردتون اومده نمیخواید به انتخاب مردم احترام بذارید پویش برا میندازن بله آقای حمید رسایی هم اومده و یه توییتی زده و تشکر کرده از فرماندهان عالی عالی سپاه سردار سلامی و سردار نقدی و رئیس اطلاعات سپاه حاج کاظم سپاسگزارم که در انتخابات این دوره اجازه دخالت و سوء استفاده از این نهاد مقدس به نفع یک جریان سیاسی را ندادند و قاطعانه در برابر معدود قانون شکنان ایستادند عصبانیت سردبیر رو روزنامه جوان برایم قابل درک است بله آب در لانه مورچگان ریخته شده است آقای رسویی آقای رسایی ما دلمون تنگ شد در مجلس به اصطلاح انقلابی یه صدایی واسه نمیدونم بس این ابتزال فرهنگی این وضعیت بغرنج اقتصادی بلند نشد خیلی مسائل اصلا این مجلس مثل ما هیچ نماینده نداشتیم آقای قالیباف هم ماشاءالله هر روز عروسی دارن یه روز نمیدونم تراول گیت ها. یه روز ام... کانادا گیت ها. یه روز نمیدونم ساس... سیسمونی گیت ها. یه روز چمر گیت ها. یه روز چوپی گیت ها. <تصفح> بله بعد صدا سیما هم اومده و معاون سیاسی شو به خاطر اینکه اومدن این مجری صدا سیما بعد عمل کرد دیروز من در صحبت هم, هم خدمتتون گفتم اومدن و سیاسیه، و موانع سیاسی آقای خدابخشی از موانع سیاسی صدا ما رو برکنار کردن بعد از مسابقه با آقای رسوی مجری خیلی دنبال این بود که حاشیه درست کنه مثلا رسوی میگه آقا من کلی گفتم در مورد اینکه آقا مجلس جدید باید خوبیاش بخورم تداوم بدیم نقاط ضعفش اصلاح کنیم خبرنگار خب منظورت با کدوم نقاط ضعف بگو آقا خب پس معلومه دنبال هاشیایی تاته تاتا خب اینم منجر به اخراج آقای خدابخشی شده از معاون سیاسی صدوسیما بعد همین رسایی به پویش فارس جواب داده میگه که از این اداعتفارها نمی ترسم میگه بعد از فهاشی روزنامه جوان و توینای خبرگزاری تزدیم خبرگزاری فارس با اشتراک گذاشتن یک پست خواستار رد اعتبار اعتبارنامه هم شده است اگر این طلبه از این اداعتفارها می ترسید رسایی می شد، آفرین آفرین مگر وارد چه منطقه ممنوعی شدم مگر زیر چه میزی زدم که برا شفته اید ای رسانه از کجا خط میگیرید من میدانم از کجا خط میگیرن حتی ببخشید خرچرمه سمیرزا هم میداند از کجا خط میگیرن آن چیز که ایان است چه حاجت به بیان است بعد تصمیم هم میگه صدا و سیما برای تطهیر حمید رسایی از بد اخلاقی شب گذشته برنامه عجیب غریبی روی آنتن برد که خود همین برنامه هم مستاخ تخطی از تذکر عمومی ام رهبر انقلاب است ای نادر دوپیلی رهبر انقلاب اینقدر تذکرات مختلف دادن جایی که همشو نادیده گرفتید جایی که به نفتون شد این اینه علم میکنید بله خلاصه گیس و گیس کشی ها بیا بینمت و اینا هم صداسیما رو متهم کردن طرفدارای قالیباف که همفکران رسایی تو صداسیما کاران کنترل در دست دارن یعنی وابستن به جپه پایداری ببینید تون خدا بله بازی عوض شده بازی عوض شده و این به نظر من اینا به این قشقر بازی ها با این سر صدا ره به جایی نمیبره ملت ایران زد زیر میز میز بازی رو عوض کرد آقا آقا نارضایتی داشت از وضعیت موجود خب اینو اعلام کرد حالا آقایون میخوان با این کارا خودشون رو تعطیر بکنن یا بخوان شرایط به نفع خودشون تغییر بدن این دیگه قدیمی شده این کارا پوپولیس بازی ها و این عداعت بارا دیگه واید قدیمی بله این از به امریختگی سیاسی بین اتفاقا جریان انقلابی بله قول روزنامه انصاف نیوز بین سوپر انقلابی ها و نو اصول گرایان خدا بخیر کنه خدا بخیر کنه آقا یه چند تا خبر خوب بگم در مورد ایران یکی اینکه که ایران در زمینه تولید فولاد اسفنجی بله بزرگ... افتتاح بزرگترین کارخانه آهن اسفنجی بخش آهن اسفنجی گفتم فولاد در خوزستان رئیس جمهور در ادامه برنامه‌اش در سفر به استان خوزستان به شرکت فولاد خوزستان رفت و بزرگترین کارخانه آهن اسفنجی ایران را به بربرندانی رساند با برابرداری از این پروژه به میزان 3500 میلیارد تومان صرف جوی سالانه صورت میگیرد و آهنگ و آهن اسفنجی مورد نیاز این مجموعه تولید و منجر به تولید پایدار می شود خدای شکر بعد جدا از این ایران در زمینه بله ایران به جمع پنج سازنده راکتور تولید متانول در جهان پیوست آقا برای ایرانیان خدا وکیلی هیچ کاری نشد نی مدیرعامل صندوق ذخیره فرنگیان میگه که طراحی و ساخت تجهیزات فوق حساس راکتور سنتز در انحصار شرکت های اروپایی بود که پس از اعمال تحریم های ظالمانه با توان مهندسان شرکت ماشینسازی عراق تولید این راکتور برای نخستین بار در کشور انجام شد ساخت این راکتور عظیم ایران را به جمع پنج کشور سازنده راکتورهای تولید متانول وارد کرد که علاوه بر میلیون دلار صرف صرف جویی ارزی سبب شکست شدن انصار تولیدات تولید کنندگان اروپایی شد ماشاءالله سیتو آفرین آفرین آقا آه... یکی از دوستان کانال یکی از دوستان انقلابی یعنی از اون انقلابی های بسیار فعال بله گفته آقای فارس حالا خالی بافه یه چیزی دیگه گفته یادت پویش تغییر نام شرک اکپتان به شرک آرمان رو پر کردیم ولی پاک کردی میخواستم بذارن آرمان علی وردی خب تو اکپتان به شاده رسید پویش زرغامی رو اصلا گذاشتی تو کانال زیرش بنویسی درخواست مردم برای با اظهارات زرقامی اینم نذاشتی مگر همون اول قرار همون اولش قرار نبود فارس من رو تشکیل بدی تا مردم خواسته رو اعلام کنن پس چرا پویش های گزینشی و سفارشی و فرمایشی میذاری اون بالا نادرست بله فارس هم خودتون خودتون میدونید من همیشه این فارس رو تسلیم به متصل به جریان ترکلویان دونستم یعنی در زمینه باکو و اینا متاسفانه این دو خبرگزاری به شدت آلودن به اون جریان که ما بهشون میگیم ترکلوی که به شدت داره گرایش های پان هستن اما پشت مسئله هزبلایی و بازی و این چیزا انقلابی و اینا قایم میشه اما میخوام حالا بس یه پیش اومد میخوام از یه نماینده بیشور در آذربایجان غربی بگم خیلی بیشور خیلی با اینکه روحانی هم هست خب فرق نداره بیشوری روحانی غیر مکلا و روحانی نمیشناسه بیشوری بیشوری آقا در ارومی آذربایجان غربی چی میگذره جریانات پان از هر دو طرف ها. فعال شدن و صداهای خوبی به گوش نمیرسه ما حواسمون هست ببین ببینید نادرست این نماینده بیشعور ارومی تازه هم انتخاب شده تبریز به فکر آب جایگزین باشد آب سیر... سیمین رود و زرین رود و به تبریز نمیدیم سگ کی باشی بخوای ندی مگر مملکت فدرالی داره میشه یا اون بر یه یعنی نماده بیشعور تبریز هم بوده بود اون تو برامه چند روز قبل خب گفتیم که منابع آذربایجان غربی باید تو آذربایجان غربی بمونه خب ما هم به سانی میگیم به تو نفت و گاز نمیدیم بری توی سرما بلرزید <تص> اینا همه برارو همین جران, پان، جران قومیتی که میگیم همین که به دنبال اختلاف افغانی قومیتی هستن حالا آذربایجان غربی به خاطر اینکه هم کرد هستن هم هم آذری هست و اینا خیلی حساس تر اتفاقا که این فردا مثلا درگیری و نمیدونم جنگ قومیتی بیفته و خونهایی ممکنه زمین ریخته بشه گناهشون گردن همچین کسافت ها یا که امروز دارن بر تبل فرقه گرایی و قومیت گرایی میزنن آه به تبریز نمیدیم غلط میکنی همچه حرفای من این نهادهای نظارتی بعد از اعتبار نامش رد بشه این گشتل به ناخر تازه هم انتخاب شده بذار برس بذار خستگی در بره خدا به خیر کنه مجلس جدید ما ببینیم با, کیا با کیا طرفیم یکیش همینو این اصلا باید شورا نگهبان نهادهای نظارتی آقا روی گفتار اینا این فتنه بر اساس حرفا اینا بلند میشه فردا که خیلی افراد زیر دست با کشته بشن با این اراجیفی پوپولیستی که همسر، خب ممکنه بعضی هم خوششون بیاد بله این از این نادرست خب اما سیل در سیستان و بلوچستان خب خیلی خسارت زده بخصوص در جنوب سیستان و بلوچستان تا چابهار و میگن به اندازه سه سال فصل بارش در ایران تو بارندگی اخیر در سیستان و بلوچستان بارون اومده و همچنان متاسفانه این بارندگی زیادم تداوم داره زمینم دیگه خیس آب خورده دیگه نمیتونه آب زیادی رو بکشه دیگه هر بارونی بزنه جاری میشه پیش سید بعد رئیس جمهور رفتن مقامات رفتن ملت ایران هم مثل همیشه پای کار ملت ایران ما چرا میگیم ملت کوهن و تاریخی هستیم چون همه در کنار همیم فرق نداره قومیت حالا کسافت هایی که میخوان اینا رو پررنگ کنن نه واسه ما نه او تهرانی فرق داره نه او سیستان بلوچستانی نه او خراسانی نه او آذربایجانیش هیچ فرقی نداره ما همه عضو یه پیکریم ببین اینقدر کمک جمع کردن کمک ها مردمی زیاده که التماس میکنن دیگه بس نیارتون خدا اینو ببینیم و کیف کنید که ایرانی هستید سلام علی یه بیا جلو آقا یه اصلا بده آقا برو قرآن چیزی نفرستید آقا اینجا نزدیک 400 تن 500 تن وسیله جمع شده دقیقه بیا داداش این برودیه برودی ورودی کمپمون چیپ شد جانیس نیست تو قرآن داریم خواهش می‌کنیم چیدی نفرست درود به شرفت علیه دیگه کمپو بگیر منو كمپو بگیر کمپو بگیر کمپو بگیر یه دقیقه بیا آقا اینجا خوراک مونه تو رو قرآن چیدی نفرستید دیگه بیا آقا جا نیست تو رو قرآن سیدی نفرستید. تو رو خدا سیدی نفرستید. جا نیست داره حیف و میل میشه آقا شده این نزدیک 500 تن دیگه جا نیست یه دقیقه این برو بگی داناشی دست را بده آقا این منم شداب مدنی لباس آقا اینجا ریخته به هم تو قرآن چیزی نفرستید این بردنش هم مخافاته دیگه بیا علی و از کمپینه آقا دیگه چیزی نفرستید آقا دمتون گم قیلت گذاشتید آقا بود هوا بارونی نگاه مشمبا کشید من یه دقیقه آقا دیگه چیزی نفرستی تو با قرآن آ... بله ما یه ملت در هم تنیده ایم یه ملتی هستیم که هوای همدیگه رو داریم در سختی ها در دشواری ها و این چنین به همدیگه کمک میکنیم هوای همدیگه رو داریم مواظب به تفرق افکنان مواظب به اونایی که میخوانی همبستگی رو این انسجام ملی رو چه با سخنان تفراغ آمیز مذهبی چه قومیتی چه سیاسیش که میخوانی انسجام رو برهم بریزن مواظب باشید و بزنید تو دهن تفرقه کنندگان درود به شرف ملت ایران آدم این سرنا رو میبینه خدا و لذت میبره لذت میبره که ما ایرانی هستیم اینو مقایسه کنیم مثلا توی زلزله ترکیه کمک دوزده میومدن میامدن خونه و مردم غارت برو شما دیدی مثلا تو ایران یه حرکت اعتراضی صورت بگیره سیلی بیاد زلزله بیاد بعد گروه نمیدونم مافیایی جمع بشن واسه دزدی و اینکه حالا مردم هنش و در رمه بیا بیشتر بهشون آسیب بزن ما همچین چیزهایی در ایران نداریم حتی در انقلاب اون ما همچین چیزهایی نداریم که بیان بانکان غارت کنن فروشگاه ها رو غارت کنن دید چیزی که در اروپا به کرات و مرات داره اتفاق میفته جای دیگه اینا نشان دهنده اینه که ما یه ملت تاریخی هستیم یه ملت با شعوریم ایرانی به قرآن کلوت پد به بالا اسیر زرق و برق تبلیغات فیک غربی ها رو نخورید شما بهترین مردم جهان در بهترین کشور جهان هستید شک نداشته باشید سر سوزنی دم تو گرم شیر مادر حلال نان پدر تو. بله آقا پیام یه پسر بچه شیعه مگزیکی رو ببینید کیف میکنه آدم اینو ببینید خطاب مرشد هواخواه مرشد عزیز ما اینو این عزیز دل در مگزیک نگران حال ما ایرانیانه هر جا شیعه است یعنی ایران آقا یعنی پایگاه فرهنگی ایران ایران به عنوان زعیم شیعیان جهان اصلا یه, یه امتیاز ویژه داره شما در اهل سنت هیچ کشوری نمیتونه بگه که ما زعیم اهل سنت در جانیم حتی سعودی خود دیگه رسما گو کردندش و لیبرال بازیشو گل کرده دیگه رسما بیانیه دادن تو ماه رمضان بخورید و و کشید و کشید و مست بکنی دیگه هیچ بوش اشکال <applause> خب این عزیز دل مگزیکیمون میگه که پیام شیعه مگزیکی میگه مردم عزیز ایران من از مگزیک مقلد حضرت آقای حضرت آیت الله خامنه ای هستم مردم ایران ما از نزدیک اخبار شما رو دنبال میکنیم آفرین نگران اعمال نفوذ خارجی ها در ایران هستیم درود به شرفه ولی رهبری عزیز خودش بهتر بهتر داره جامعه ایران را در مقابل فتنه هدایت میکنه چه بصیرتی و پیروزی نزدیک است فقط صبور باشید ای درود به شرفت چه بصیرتی چه آگاهی چه دشمن شناسی ای کاش ما ایرانیان در کلیت ما ذره از این بصیرت این شیعه مگزیکی رو داشتیم بله برار مگزیکی مو هیچ نگران نو ما هم در خط مرشد عزیز ما هستیم مثل کوه این پشت سرش حسابی صف محکم نمیذاریم آب تو دلش تکون بخوره ما دیگه معل کوفه نیستیم که بذاریم علیمون تنها بمونه با امام حسنمون کار بکنن حسین به مسلخ ببرن ما هم نگاه کنیم نه برادر من دوران گذشت مطمئن باشید که در ایران که سهل غربگرایان و دشمنان رو از غرب آسیا هم جارو میکنیم که داریم این کار میکنیم و سگونیستا رو هم بس فلسافرین خواهیم فرستاد دمت گرم عزیز دل آقا این فیلم دیدم لذت بردم کودکان یمنی وقتی وارد مدرسه میشن ببینید چطور با, 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 کینه و سلابت پرچم سگونیستا رو لگدمال میکنن ما هم یه استاد دانشگاهی داشتیم دقیقا مثل میمون و شامپانزه وقتی به پرچم آمریکا و اسرائیل میرسید از ف... چی می از نرده ها بالا میرفت که پاش به پرچم آمریکا و اسرائیل نخوره متاسفانه اون شامپانزه هم استاد دانشگاه ما بود دیگه از اون شام میمونه طرفدار سگیونیست آمریکا انتظار چه شاگردایی دارید بله درود به شرف کودکان یمنی که از همین کودکی دارن آموزش میبینن که دشمن اصلی تمام مسلمانان جهان این سگونیست های فلان ابن فلان هستن بله خب آقا آمریکایی خودشون گفتن در حال شکست از دلاوران یمنی هستیم و نازم تو و هیچ راحلی هم واسه فرار از این شکست نمی شکستی که هر روز داره ابعادش مشخص میشه همین دیر شب بود که دلاوران یمنی اعلام کردن با 27 پهپاد ناوهای آمریکایی رو مورد اصابت قرار دادیم سه تانک هم زدیم و امریکایات صداشون بلند نشده و حالا هیچ راحلی واسه مسئله یمن در دسترسشون دوستان عزیز وجود نداره یمن واسه شون شده درد بیدرمو نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد و عملیات دریایی انجام داده است یکی هدف قرار دادن کشتی تجاری پروپل فورچون فرچون, فرچون آمریکایی با موشک دریایی و دوم چند نافشکن آمریکایی رو با ببخشی سی و هفت پهپاد مورد حمله قرار داد بله آمریکا گفته ما 15 تا رو زدیم پا او هم چه کجا رفت پیدا کنید پرتقال فروش و برارو خلاصه آمریکا خود هم میگن آقا در یمن شکست خوردن هیچ را سرطان شده براشون یمن یعنی سرطان برای یانکیا و سگونیستا و انگلو ساکسون ها شکست کامل فضاحت کامل جناب عبدالملک بدردین هم گفتن ما سوفرایز های بسیاری تو داریم حس شوف سبر منگبر. یه کمی سب کنید سب پیشه کنید آمریکایا و میدونید آمریکا دستش در یمن کاملا بسته است هیچ رخنه اطلاعاتی نداره هیچ اطلاعاتی نداره از درون یمن همه اش داره بر اساس نقشه های قدیمی پایگاه قدیمی هیچ, 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 هیچ. و هیچ اطلاعی از سلاح جدید یمنیا، ها ویرانگر یمنی هم نداره بجز او چیزهایی که توی اون معمولا توی رجا اون سلاح دست چند منشون میدن بله خلاصه در یمن اوضاع سعیونیستا واید بسیار زار واید بسیار غبران پهباد ماجر شیش در اینو محورهای انگلیسی گرفتن. در شبه جزیره کریمه. ببین پهباد ماجر شیش. آچر فرانسه بعد به همراه کرار. آچر فرانسه پهبادهای ایران. هم دوربین اپتیکی داره. هم جنگال داره. هم شناسایی اطلاعاتیه. هم رزمیه. اصلا بیستن نامبر وان تا حالا یکیشون توی جنگ اوکراین نتونستن بزنن حالا اینجا داره روبان در شبه جزیره کریمه واسه اولین بار اینو شکار کردن در پایگاه روسیه و تاثیر بسیاری داره اینو فقط صدا اجاز زنبوری میفهمه که ها میاخ و تون بری سفت اگزو زنبوری کل میزنه و میاد اما ماجر شیش بالا مثل چشم مثل اخاب اصلا مهاجر شیش هر جا رفته جنگ و عوض کرده برارو مثلا در اتیوپی بین طرفداران سگونیستا و دولت آدیسا بابا اون تیاگراها و امهارهای و اینا چون نوادگان حضرت سلیمان میدونستن و سگونیستا خیلی اونجا شو کودتا کردن تو اون استان تا نزدیکی آدیسا بابا رفتن تا زمانی که مهاجر شیش رسید به آدیسا بابا اصلا وزن جنگ ورگشت نیروهای دولتی رفتن تا داخل همون استان شورشی ویرانگرن ماجر شیش امروز در الجزایر در ونزوئلا البته در ونزوئلا ورژن متنوعی تو ماجر سه هستش ماجر شیش هستش ابابیل چند نوس ورژن ابابیل اونجاست در اتیوپی هستش در یمن هستش در سوریه در عراق در روسیه در بنگلادش نه سریلانکا این چیزهایی که ما میدونیم ما به شدت هواخوا داره اصلا خاطرخوا داره یه عروس و چل تا خاطرخوا ما میگیم کیخوا یه عروس و چل تا <applause> بله هر جا مهاجر شیش رفت بدونید اونجا ایم اونجا ما حضور داریم یه پهپاد ارزون و ولی در این حال به شدت کار بردی البته ما الان مهاجر در رو هم ساختیم هم. یعنی این مهاجر شیش جز پهپاد های میان رده مونه. میانیه اینو خواستم نشون بدم سگ یونیستا خب دارن جنایت میکنن یانکی های بی پدر و مادرم خب دارن حمایت میکنن حالا اومدن دارن با چتر مواد غذایی میزن چند تا از چتران هم بلقی ای کودکان و اینا منتظن گرستن مردم قهتی زدن این چتران هم, هم کاری کرده بودن باز نشده بودن این نادرست های یانکی های بی شرف و موجب شهادت پنج نفر از فلسطینی و 17 نفر هم مصدوم میشن بعد جالب این یانکی های کسافت زیر پشکلو اومدن و این چترایی که فرستادن اومدن چترای صورتی هم گذاشتن نظرتون چیه؟ منظور شد چی نه؟ منظور چه نه؟ ای چتر صورتی هشت مارس روز زن روز جانی زن ای بر پدر مادر تو لعنت امروز آمار اعلام کرده سگونیستا بالای نو هزار زن رو در غزه کشتن اونا زن نیستن حتما باید خود شیفت فراهانی باشه دیدم بازم خود چه لخ کرد الغاس ایتور من نمیدونم اینا با این تنشون چه کار دارن میخوان مبارزه کنن به اصطلاح خود جرواجر میکنن این تنشون رو به فلاکت میدن پاره پوره میکنن میخوان نمیدونم روز زن گرامی بدارن بعد لخ بشن میخوان نمیدونم خراب بزنن با کپوشو بعد لخ بشن میخوان خوشحالی کنن بعد لخ بشن من نمیدونم چرا اینقدر دوست دارن لخ بشن <تصفيق> <تصفيق> بله ببینید اک کسافت از لیبرالیسم میباره گلوبال لیبرالیسم کترایی که باز نشدن مردم کشتن شریک در بوپایی که مال یمی یانکیه بی پدر و مادر که بیش از سیه یک هزار انسان رو کشتن و قتل عام بیش از نو هزار زن در غزه اما همه اینا کارت صورتی میفرستیم روز هشت مارس روز زن برار سوانتو تو واسه روز هشت مارس تون و روز زن تون و کمک های نادرستی تو به قول آقای ابراهیم رئیسی همین که مزاحمت ایجاد نکنن خیلی کار باید بسیار خوبی انجام دادن نادرست های زیر پشکلو چقدر این سگ یانکیا یعنی در دروغ در کسافتکاری کاری در لجنزار بودن واقعا ید طولایی دارن آقا سردار زاده صحبت کرده نمیخوام فایلم طولانی بشه گفته که با هدف گذاری به دنبال تولید ثروت از طریق صنعت هوایی هستیم چیزی که ما همیشه گفتیم ایشون میگه پیشرفت در حوزه صنعت هوایی بسیار زیاد بوده منظورش با پهپادی و اینا و بسیار زیاد بوده و با توجه به اینکه سالهاست در تحریم هستیم اما کارهای خوبی در این زمینه انجام شده برادر خوب چه نه شاهکار بوده قیامت بوده ولی تولید ثروت از صنعت هوایی باید هدف گذاری شود در حوزه دانش ها کارهای بسیاری انجام شده و بسیاری از کشورهای دنیا می توانند از دستاوردهای ما استفاده کنند لذا متخصصان و مسئولان باید هدف گذاری لازم در حوزه صادرات انجام دهند ما میشه از آمریکا پشتوانه صنعتش شرکت های سازیه اینقدر قبیه این پشتوانه خب مجبور واسه جنگ درست کنه اصلا این جنگ هایی که آمریکا به راه میندازه تو غرب آسیا در دنیا به خاطر سوت بردن شرکت های سازی، سازیه اینقدر در نهادهای قدرت و سیاسی آمریکا قدرتمند هستند که آیزنهاور که خودش نظامی بوده در آخرین سخنرانی پس از پایان دوره 8 ساله ریاست جمهوریش از این مسئله فقان میده که این شرکت های اصل سازی اختیار سیاست ورزین و از سیاسیون در آمریکا رو بودن در چنگ گرفتن واسه اینکه که منافش رو تمین بشه باید جنگ را بیاندازه ما امروز یکی از پشتوانه های اقتصاد میتونه بحث دفاعیمون باشه بخش نظامیمون باشه این زیرساخت ها باید آماده بشه چقدر میتونه باعث اشتغال بشه چقدر باعث ارزاوری صادرات فلان ولی ما خیلی دولت هامون امروز یه خبری میدیدم صادراتمون به سوریه از پارسال دو برابر کاسته شده چرا؟ در صورت این همه ظرفیت هم هست اما از ترکیه که دشمن سوریه است به اونه بخشی از خاک سوریه رو اشغال کرده امروز بیشترین صادرات ترکیه به سوریه است اینا سیاسیون ما باید جواب بدن تو بخش دفاعی هم همینطور تو بخش نظامی در صورت فرصت بسیار مناسب و تاریخی وجود داره که بخش دفاعی هم تأثیرش روی اقتصاد ما بذاره فقط یه مقداری شعور و یه مقداری سیاست ورزی درست میطلبد بله خیلی هم خوب درود به شرفت پیا خودیوری شیر زرد آقا من در مورد اون بیشعوری که از نماینده منتخبی که در آذربایجان غربی گفته دیگه به تبریز آب نمیدیم و اینا یادم رفت این سخنان خیلی درست و حکیمانه و به شدت با شعورانه و با شرفانه عبدالکریم حسینزاده نماینده منتخب نقده و اشنویه رو بگم براتون حالا فایل تصویریه ولی خب نوشتاریش هم هست اونو براتون میخونم میگه من به همان اندازه که کردم ترکم به همان اندازه که سنی ام درود به شرفت مشکل عدم توسعه استان زیرساخت استان نی چرا که از نظر زیرساخت استان غنی هستیم ما توسعه نیافته توسعه نیافته ایم چون اجازه داده شده بعضیا مثل همون بیشور از مباحث قومیتی برای خودشون کاسبی را بیاندازن مردم شریف استان به اینها اجازه ندهیم کاسبی قومیتی را انداخته و حواسمون را پرت کرده و در جهت رسیدن به منافع خودشون سوء استفاده کنند چه قادم با بصیرتی درود به شرفت متحد شویم و این خطه از سرزمین را به اوج توسعه یافتگی برسانیم درود به شرفت ما همچین افراد با, ش... با شعور و با شرفی میخواییم نه آدمای پان بی... بیشعوری که فقط به فکر کاسبی و منافع شخصی و گروهی خودشونن و مردم و توسعه یافتگی استان و اینا اصلا واسه مهم مهم نی دمتگر واقعا مردیسی کوی غیرت ای آقای آقا فایزه هاشمی هم آزاد بی دمت گرم اجایی اصلا آقا زندونان جمع کنیم ما از زندون نیخواییم زندوسی چی چون مونه فایزه هاشمی که به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی توین با مقدسات در زندان اوین می سر میبرد موقتا از زندان آزاد شد ما شالاسید اجایی ما شالاسید یعنی سکو این خبر خوبم یادم رفت براتون بگم صادرات سی میلیون دلاری تراکتور از ایران یعنی ما سی میلیون دلار تراکتور صادرات کردیم معاون وزیر صنعت زمانی که کار را در دولت سیزدهم تحویل گرفتیم 65 هزار نفر در صف تراکتور بودند اما اکنون تولید تراکتور به پ هزار عدد رسیده و امسال سی میلیون دلار صادرات داشتیم آفرین آفرین خب خبرا خوش آقای ما خوشحالیم خوشحالیم سه کشورمون و اما متاسفانه بعضی ها چشم دیدن خوشی مردم ندارن و با حاشیه و مسائل فرعی سعی میکنن که کام ملت رو تلخ کنن بله قربون تو برم دوستان عزیز برنامه ما به پایان رسید مثل همیشه میگیم ایران ما به پیش میره شتابان پر سرعت بعضی اختا سرعتمون کم میشه دنده یک میشه بعضی وقتا دنده دو آقا دنده چهار دنده پنج حرکت درست مسیر درست هدف درست اصول درست مشکلمون در سرعت برور این سرعت ها باید بزنیم دنده چهار و پنج باید بریم فعلا داریم دنده یک و دو بعضی وقتا سه هم میشه بعد دوباره می معکوس رو دو اینو باید حل کنی برارو مشکل ما در این زمین است قربون تو برم سپاس از مهرتان پیروز باشید